رنگ نکردم تا اوامر تو را نگه دارم. خداوندا، به نام عیسی مسیح میطلبیم که امروز کلام خداوند در جان ما بنشینه، بر جان ما ریشه کنه. خداوند مسحش و قوتش را بر بابا رامین عزیز بریزه تا از طریق روح قدوس خداوند ما را امروز سیراب کنه. آمین آمین. با دستای قشنگمون دعوت میکنیم تا بابا رامین ما را برکت بده به نام پرجلال عیسی مسیح. آمین آمین آمین. شکر و جلال بر نام عیسی مسیح، جلال بر نام خدای زنده، از حال تا ابدالآباد در نام قدوس عیسی مسیح، در نام قدوس عیسی مسیح. من عادت دارم همیشه با دعایی که خداوندمون عیسی مسیح بهم یاد داد شروع کنم، پس هممون با هم میخونیم. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. نان کفاف روزانه ما را امروز به ما عطا کن. قرض های ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم. ما را در آزمایش میاور، بلکه از شریر رهای مانده، زیرا ملکوت، قوت و جلال تا ابدالآباد ای پدر از آن توست. آمین آمین آمین. در نام عیسی مسیح میخوایم دعاهامون رو اگر آماده است با هم دیگه در نام قدوس خداوند بخونیم. در نام عیسی مسیح خداوند اعلام میکنم که میدانم همه چیز برای خیریت من در کار است، چون فرزند او هستم. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم که هر اسلحه‌ای که به ضد من ساخته شود پیش نخواهد برد، چون عدالت من از جانب پدر است. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم که به زخمهای عیسی شفا یافته هستم. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم حتی اگر 1000 دشمن از سمت راست و 10000 دشمن از سمت چپ مرا تعقیب کند، پیروزی از آن من خواهد شد. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم چون تو آرامی من هستی، استرابی ندارم. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم خوانده شدم تا سر باشم، نه بلند باشم، نه پس قرض دهنده باشم، نه قرض گیرنده. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم هیچ محکومیتی بر من نیست، چون روح حیات مسیح مرا از شریعت گناه و مرگ آزاد کرده است. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت ببخشد، نه به قوت، نه به قدرت، بلکه به روح قدوس او قادرم. آمین آمین. هللویا هللویا. شکر و جلال بر نام قدوس خداوند. من قبل از اینکه بریم سراغ کلام خداوند، همونجوری که پسرم نوید امروز اشاره کرد، یه مسئله که خیلی الان داغه، مسئله کروناه که خیلی هم جدیه، این مریضی که اومده و خیلی هم جدیه. چجوری میشه به این مسئله فکر نکرد در این حال که فکر همه رو مشغول کرده؟ چجوری میشه خودش آدم محافظت بکنه در جایی که نمیدونه چی کار باید بکنه؟
خداوند به ما یاد میده، میگه که در فیض من شما محافظت هستیم. پس به نام عیسی مسیح محافظت رو و سلامتی و شالوم خداوند رو به تک تکتون اعلام میکنیم در نام قدوس عیسی مسیح. ولی خداوند میگه باید حکیم باشیم. خداوند میگه در مورد مشکلات باید صحبت کرد و راه‌های خداوند رو توش پیدا کنیم. اگر بخوایم پانیک بگیرتمون، ندونیم چی کار بکنیم، بعد از یه مدت دیگه نه سر کار میریم، نه از خونه بیرون میریم، نه خرید میکنیم، نه هیچ کاری انجام میدیم، برای اینکه ریسک گرفتن مریضی وجود داره. پس با پانیک شدن هیچ چیزی حل نمیشه. چی کار باید بکنیم؟ به ما یاد داده خداوند از حکمت استفاده کنیم. منم میخوام پیشنهاد کنم به همه، میدونین یکی از راههایی که این مریضی انتقال پیدا میکنه از راه دسته. دستامون رو بشوریم مرتب با الکل، یه دونه این الکل کوچولو ها بگیریم همه داشته باشیم. مال ما گنده است، نمیشه تو جیب گذاشت، ولی شما کوچیکش رو بگیرید که سر کار میرین، بیرون میرین، تو اسپور میرین، دستاتون رو با الکل تمیز بکنین، مرتب بکنین. پسرم هم خیلی قشنگ اشاره کرد، ما عاشق عشق ما بغل کردن و ماچو بوسه کردن، من خودم اولیشم. ولی در حکمت میتونیم از دور دست بدیم، از دورم میتونیم بغل بکنیم. کسی بلد خودشو بغل بکنه؟ از دورم همدیگر رو بغل کنیم، از دور با هم باشیم، تا بدیم وسیله نه برای حفاظت خودمون، اول برای حفاظت دیگری، که به دیگری چیزی رو انتقال ندیم. دلیل این که در مورد این مسئله شروع کردم اینه که ما در دورانی هستیم که نمیدونیم این مریضی میتونه یه هفته طول بکشه، یه ماه طول بکشه، 6 ماه طول بکشه، 1 سال طول بکشه، و ما نمیتونیم کلن از زندگی باز بایستیم به دلیل این که یه مشکل وجود داره. پس ما زندگی رو قراره ادامه بدیم با حکمت که خدا بهمون داده، با راه‌های خداوند، تا بتونیم نرمال زندگیمون رو ادامه بدیم. آمین. آمین. در نام عیسی مسیح. موضوع امروز کرونا نیست. خداوند عظیم است و خدای ما پرجلال. خداوند عظیمه و خدای ما پرجلال و پر از رازهای نهفته است. از آینه کسی چیزی میدونه؟ از آینه کسی چیزی میدونه؟ میشناسین آینه رو؟ آینه ها قشنگی های ما رو نشون میده، دقیقا زیبایی های تک تکمون رو نشون میده. آینه ای که خداوند از ما برش صحبت میکنه میخوایم واردش بشیم. ولی قبل از اون از کتاب حزقیال باب 4:1 رو میخوایم به اتفاق بخونیم و کلام خداوند این چنین میگه: تو ای پسر انسان، آجر را بگیر و آن را پیش روی خود بگذار و شهر اورشلیم را بر آن نقش نما. تو ای پسر انسان، آجری بگیر و آن را پیش روی خود بگذار و شهر اورشلیم را بر آن نقش نما. تو ای پسر انسان، آجری رو بگیر، اون رو پیش روی خودت بگذار و شهر اورشلیم رو بر آن نقش نما. قدرت تصور ماها در چه حده؟ آیا قدرت نقاشی کردن، قدرت تصور، قدرت رویا دیدن ما به اون حد بزرگ شده و رسیده که بتونیم آجر سنگی، تصویری از آینده خودمون رو بکشیم و جلوی چشمان خودمون نگاه کنیم؟ موقع ازدواج کردن، موقع دوست شدن، موقع تمام مراحل قشنگ و زیبای زندگیمون، تا حالا شده بشینی خودتو در کنار همسرت قبل از اینکه ازدواج کنین در رویا ببینی؟ تا حالا شده ببینی همسر آینده تو؟
حتی اگه اون رو نمیشناختی، قبل از اینکه حتی بشناسی همسرتو ببینی، لذت ببری از تصویری که میکشی، اون رو برای خودت بسازی و بعد پر از گلش بکنی، قشنگش بکنی و ازش لذت ببری. ما خیلی از مواقع تصویرهای زیبایی رو میکشیم، یاد گرفتیم تصویر بکشیم، ولی بعضی از مواقع اون تصویرها موفق نمیشه. چرا موفق نمیشه؟ چون از راه صحیح اون تصویر رو نکشیدیم، در جاده صحیح اون تصویر رو بنا نکردیم. خدا به ما میگه شهر اورشلیم رو برش نقش بده. اورشلیم رو هممون میشناسیم. آیا کسی میدونه اورشلیم مفهومش چیه؟ اورشلیم از دو کلمه ساخته میشه، اور و بعد سالم، شلیم، میشه شهر و سلامت، شهر سلامت. اولین بار ما در کتاب پیدایش باب 14 از آیه 18 اگر بخونین، در مورد شهر سلامت میخونین. ملکی صدوق کسی بود که پادشاه شهر سالم، سلامت بود، و ما میدونیم ملکی صدوق همون عیسای خداوند، همون عیسای موعود بود که قرار بود بیاید و آمد. و عیسای مسیح پادشاه سلامتیه، پادشاه عشقه. آیا کسی میتونه به واسطه صلیب عیسای مسیح تصویر عشق اون رو بکشه؟ تصویر صلیب رو بکشیم، عشق رو روی صلیب که برای انسانها داده شد بکشیم. تا حالا به این فکر کردین که در اون چند لحظه‌ای که عیسای مسیح در زج بود و گفت ای پدر چرا مرا ترک کرده ای؟ چه اتفاقی افتاده؟ در اون لحظه که عیسای خداوند روی صلیب بود، در اون چند لحظه، دقیقاً لحظات بسیار سختی بود که خودش قبلاً به ما درس داده بود. گفت اومدم تا گناه جهان رو از طریق قربانی شدن به خودم بگیرم، با مرگ خودم روی صلیب گناه رو دفن کنم و روز سوم بلند بشم و حیات ابدی رو به تمام اونایی که به من ایمان دارن هدیه بدم. پس در نام عیسی مسیح اگر این تصویر رو بکشیم، اون موقع است که ما میتونیم این تصویر رو انتقالش بدیم و با این تصویر زندگی هامون رو شروع کنیم به بنا کردن. زندگی خودمون رو با تصویر و رویایی که خداوند در کتاب حزقیال در عهد قدیم برای پادشاه سلامتی به ما داده، اگر این تصویر رو مرکز زندگی خودمون بکنیم، اگر این تصویر رو دقیقاً بکنیم منشأ زندگی خودمون، جایی که در هر نقطه زندگی که باشیم، در هر مشکلات و سختی که واقع شده باشیم، از او عبور میکنیم، نه به قوت، نه به قدرت، بلکه به روح قدوس خدا که بر ما آشکار میکنه ازش عبور میکنیم. در کتاب دوم قرنتیان باب 3 آیه 18 خداوند این چنین به ما میگه، همه ما چون با چهره بی‌نقاب جلال خداوند را در آینه بهش نگاه میکنیم و از جلال تا به جلال به همان صورت تعویض میشیم و متفاوت میشیم. در انجیل یوحنا باب 3 آیه 5 خداوند به نیقودیموس میگه، عیسی مسیح میگه تا شخص از آب و روح تولد دوباره پیدا نکنه وارد ملکوت من نمیشه. و عیسی مسیح تولد ما رو به ما عطا کرد. عیسی مسیح از ما میخواد که در آینه‌ای که امروز میخوایم نگاه کنیم، در آینه قلبت، در آینه عشق درون جانت، آیا تصویر بخشیدن رو میبینی؟ آیا تصویر عشق رو میبینی؟
آیا تصویر از خودگذشتگی رو میبینی؟ آیا تصویر پیروزی رو میبینی از همه مهمتر؟ آیا تصویر پیروزی رو میبینی در آینه؟ آیا در آینه‌ای که در جلوی توه، آینه ایمانت، میتونی تصویر پیروزی رو رسم بکنی؟ پس به نام عیسی مسیح پیروزی رو در جان، روح و جسم تک تکتون اعلام میکنیم در این لحظه. به قوت نام عیسی مسیح پیروز هستی. هر نقطه زندگیت که درش سختی وجود داره و در سختی ها قرار داری، در نام عیسی مسیح پیروزی رو توش اعلام میکنیم. به قوت نام خداوند و به قدرت روح قدوس پدر، پیروزی در زندگی، در مریضی، در مشکلات مالی، در بیخونگی ها، در درگیری های فکرت، در تمام ناراحتیات، در تمام نقطه های زندگیت که با مشکلات مواجه هستی، پیروزی رو به نام عیسی مسیح اعلام میکنم. در نام پر جلال خداوند به قوت روح قدوس پدر، پیروزی، پیروزی در نام عیسی مسیح، پیروزی و برندهی، برندهی و پیروزی در نام عیسی مسیح، چون محکوم به پیروزی هستی. به خودت اعلام کن، به بغل دستید اعلام کن، محکومه به پیروزی هستی، محکومه به پیروزی هستی، محکومه به پیروزی هستی. ناچاری پیروز بشی، چاره ای نداری جز پیروزی، راهی جز پیروزی نداری، چون آینه عشق خداوند پیروزی رو برای ما به ارمغان گذاشته. پس به دلیل اینکه پیروز هستیم، با قوت و قدرت اعلام میکنیم ملکوت خداوند رو از حال تا ابدالآباد. به نام عیسی مسیح پیروزی رو در خداوند اعلام میکنیم، پیروزی رو در قوت نام عیسی مسیح اعلام میکنیم، به قوت نام خداوند. وقتی خدا به ما یاد میده و میگه از طریق اینکه با حزقیال صحبت کرد، تصویری رو بردار، تصویری رو بکش. چه جور تصویری در جانت داری برای کشورت؟ چه تصویری در جانت داری و نقش کردی برای هموطنات؟ چه فکری داری برای آینده وطنت؟ چه تصویری داری امسال سال 2020؟ چه تصویری در ایلام میبینی؟ چه تصویری میبینی؟ شریعت خداوند، آجر خداوند، کلام خداوند به ما یاد میده. ارمیا 49 از آیه 35 به ما یاد میده، میگه کمان ایلام رو میشکنم، حاکمان ایلام رو از آنجا نابود خواهم کرد، تمام قدرت ها رو از آنجا بیرون خواهم کرد، تخت پادشاهی خودم رو در ایلام بنا خواهم کرد، سعادت و خوشبختی رو به ایلام باز خواهم گردان و همه گمشده ها رو، تمام اونایی رو که در دنیا پخش شدن، دوباره باز خواهم آورد به ایلام. خداوند یه تصویر به ما داده از آینده وطنمون، از آینده کشورمون. این تصویر رو آیا میبینی؟ میتونی این تصویر رو ببینی به واقع؟ میتونی یک لحظه چشماتو ببندی، یک آن چشماتو ببندی و بتونی یه تصویر برای خودت در هر نقطه ایلام که دوست داری، در همون لحظه ای که میخوای برات واقع بشه، در آینده در ملکوت خداوند، زیر تخت پادشاهی خداوند، لحظه ای، لحظه ای، لحظه ای چشمامونو ببندیم. خواست تو برای ایلام و تمام ملت چیه؟ چشمات رو ببند. آرزوت چیه؟ در همین حال که ایلام و ایلامی، تمام مردم ایران ما از مریضی رنج میبرن، از عذابها و سختیهای اقتصادی در عذابن، ولی برای ایران و ایرانی، برای ایلام و ایلامی چه تصویری رو میبینی؟ چه نقشی رو میبینی؟ میتونی یه آن تصور کنی اون نقشی رو که میبینی؟ میخوام برگردم سر
تصویری که میبینیم، اولین بار که آزی رو دیدم خیلی سال پیش بود، داشت کار میکرد، به هوای پول خورد کردن من یه ریز تو این مغازه میرفتم پول خورد کنم برای اینکه ماشینم رو پارکینگ بندازم توش. یکی از این دفعه دوم بود، وقتی میخواستم از مغازه بیام بیرون انقدر هول شده بودم عقب عقب رفتم، وقتی برگشتم در باز بود، پیشونیم خورد به دهن از گود بخورم زمین، بیشتر آبروم رفت، قرمز شدم، رنگم پرید و سرم انداختم پایین و اومدم بیرون هول شدم. تا حالا کسی هول شده شوهرش یا زنش رو میخواد ببینه؟ قلبش بزنه؟ اونجا یه تصویر دیدم، اونجا یه تصویر دیدم از خودم و آزی. در اون لحظه باور کنین همون جایی که سرم به در خورد، تصویر دیدم چقدر من خوشبخت میشم و چه پدری از آزی قراره در بیارم. و تصویر خودمون دوتا رو در کنار هم دیدم، دیدم به هم میایم، دیدم خیلی به هم میایم، دیدم چقدر نزدیک این تصویر، چقدر واقعی بود اون تصویر. از اون تصویر خیلی راضی بودم. 3 روز بیشتر طول نکشید ازدواج کردیم و با هم زندگی مشترک رو شروع کردیم. گولم زد روز سوم. 3 روز طول کشید، دقیقاً روز سوم، نه روز چهارم، دقیقاً روز سوم ازدواج کردیم و زندگی مشترکمون شروع شد. نه چهارم، نه یه هفته، نه 10 روز، روز سوم. روز جمعه بود یادم نمیره، همدیگر ملاقات کردیم، یک شنبه زندگیمون با هم شروع کردیم. دقیقاً روز جمعه بود و روز یک شنبه هم زندگی مشترکمون شروع شد. خیلی داستان عجیبیه. این تصویر رو دیدم، خوشبختی رو با همسرم مزه کردم. در تمام دوران، جایی که من در عذاب و سختی و مریضی بودم، جایی که اون در سختی و عذاب و مریضی بود، همدیگر رو بلند کردیم، برای همدیگه دعا کردیم، به هم قوت دادیم. با دیدن یک رویا، با دیدن یک تصویر، با دیدن یک تصویر، یه تصویر زندگی منو عوض کرد، کل مسیر زندگیمو تغییر داد، از یک نقطه به نقطه دیگه کاملا من رو با خودش برد. امروز چه تصویری میبینیم؟ امروز چه تصویری تو این سختیایی که درش قرار داری میبینی؟ مریضی هایی که اومده همه نگرانن، مشکلات مالی که خیلی دارن همه نگرانن، بیخونگی همه نگرانن. تصویر که برای خودت میبینی چیه؟ تصویر نامزد آیندت چیه؟ تصویر زندگیت در مسیح و خوشبختی که برای تو رقم زده، چون گفت تصویر رو بکش، میگه ای پسر انسان آجری بردار، آجری که برای ایلام و ایلامی، هدفی که برای ایلام و ایلامی داره، میگه من رفاه رو به ایلام و ایلامی برمیگردونم. مستقیم خود خداوند برای ما کلامو گفته. این تصویری که برای خودت میبینی چیه؟ آوارگیه؟ سختیه؟ نداشتن هاست؟ مشکلات مریضی هاست؟ ترس هاست؟ وحشت هاست؟ این تصویر چیه؟ این تصویر زندگی تو رو می سازه. اگر بترسی از مردن خواهی مرد، اگر بترسی از همسر پیدا نکردن پیدا نخواهی کرد، اگر بترسی با ازدواج ازدواج نخواهی کرد، اگر بترسی موات بریزه اتفاقا میریزه، اگر بترسی موات سفید بشه اتفاقا سفید میشه، اگر بترسی دندونات خراب شه اتفاقا خراب میشه.
هر چی رو که ازش بترسی سرت میاد، هر چی رو که ازش بترسی برات اتفاق میفته، هر چی رو که باور کنی میتونه بنات کنه، در وعده خداوند بنات خواهد کرد. باورت چیه؟ باورت چیه؟ تصویری که برای خودت کشیدی، نقشه‌ای که برای خودت در همین امروز داری، بدون اینکه برای کسی بیان کنی، آینده خودت رو چجوری میبینی؟ آینده خودت رو در مشکلاتی که داری، در دوراهی‌هایی که داری، در سختی‌هایی که درش هستی چجوری میبینی؟ آینده خودت رو چجوری میبینی؟ من عاشق مکاشفم. کتاب مقدس رو با مکاشفه یوحنا شروع کردم، هیچ جای دیگرش رو نخونده بودم. وقتی ایمان آوردم شروع کردم مکاشفه یوحنا رو خوندم، همه بهم خندیدن، گفتن تو رفتی سراغ جایی که هیچکی ازش هیچی نمیفهمه. من شروع کردم از اونجا خوندن، بعد از اونجا منو پرتم میکرد به جای مختلف کتاب مقدس، میخوندم، دعا میکردم، تحقیق میکردم و غیره و غیره، تا اینکه خداوند خیلی چیزها رو برای من آشکار کرد. کتاب مکاشفه یوحنا خیلی وحشتناک میتونه باشه، نه؟ خوندینش خیلی سخته، خیلی آدمو به این ور اون ور میزنه. ولی من یه سوال دارم، در کتاب مکاشفه یوحنا باب 21 آیه 6 و 7 خداوند چی میگه؟ یادتون میاد؟ میگه هر کس مرا خدا بخواند، من خدای او خواهم بود و او فرزند من، تا ابدالآباد فرزند من خواهد بود. پس ما میبینیم کتاب مکاشفه داره زندگی رو به ما نشون میده، از یه جایی شروع میشه با سختی‌ها و مشکلات، ولی اگر تصویرت رو از آخرش شروع کنی بکشتم، من از آخر کتاب مکاشفه خوندم، نمیدونم چرا دقیقاً از آخر شروع کردم اومدم به اولش، وقتی اون تصویره رو دیدم گفتم من میخوام پسر خداوند باشم، میخوام او خدای من باشه و من فرزند او و تا ابد از آب حیات او بنوشم، رابطه مستقیم با خدا داشته باشم، بدون واسطه، بدون هیچ چیز، بدون هیچ مشکلی، بدون هیچ دردسری. آیا اون تصویر رو برای خودت و خدا داری در ذهن خودت، برای زندگی خودت داری؟ آیا عزیزی داری در مریضی باشه؟ آیا کسی رو میشناسی که در درد باشه، در مشکلات باشه؟ آیا خودت در نقطه دردی؟ پس به نام عیسی مسیح با تصویری که خدا داده شفا رو اعلام میکنم توی زندگیتون، چون خداوند وعده داده شفا بر جسم و جان و روح ما خواهد ریخت. عیسی مسیح سوال میکنه ازت، میخوای شفای خداوند رو بگیری؟ باور داری میتونی بگیری؟ باور داری حیات خداوند رو میتونی بگیری؟ باور داری میتونی در مسیح محافظت بشی؟ باور داری عیسی خداوند میتونه، میخواد و انجام میده، محافظتت میکنه، آزادت میکنه؟ فقط کافیه باور کنی. برای عزیزت سلامتی رو میخوای، شالوم خداوند رو میخوای، اورشلیم خداوند رو میخوای، پادشاه سلامتی رو میخوای توی زندگی عزیزت؟ باور کن، تصویرش رو بکش در همین لحظه، در همین حال تصویر بکش، تصویری برای زندگی خودت، تصویری برای آینده خودت، تصویری از چیزی که باور داری قراره در زندگیت بشه. پس به نام عیسی مسیح دریافت کن تصویری رو که میبینی الان، دریافت کن تصویری رو که میبینی، دریافت کن اون تصویری رو که الان توی ذهنت در بدن عیسی مسیح به عنوان فرزند خداوند و وعده خداوند که حیات ابدی رو در آرامش خودش قراره داشته باشی، اون تصویر رو ببین. اگر اون تصویر اینه که بچه های زیاد داشته باشی، سلامتی به عزیزات بریزه، سلامتی به خودت بریزه، مریضیت بره، اون تصویر رو برای خودت نقش بده توی ذهنت. تصویر شالوم خداوند رو در ذهن خودت، شهر سلامتی رو در ذهن خودت، اورشلیم تازه رو که از آسمان به پایین داره میاد، برای خودت به نقش بکش در ذهنت. این تصویر رو نقش ببند، بکشش، نقاشیش کن توی ذهنت.
و در نام عیسی مسیح تصویر رو که میبینی بر جان و جسم و روح تک تکتون جاری باشه. در نام عیسی مسیح این تصویر بر جان و جسم و روح تک تکتون جاری بشه به عشق عیسی مسیح، به قوت عیسی مسیح، به قوت عیسی مسیح. بارها به هماجون گفتم یه تصویر خوب میبینم، به خیلی های دیگه هم گفتم. تصویری که برای کشورمون میبینم اینه که هممون با هم دیگه کوه توچال اون بالا قله هفتم، من همیشه پیاده میرفتم تا اونجا، هفته یک یا دو بار پیاده تا قله هفتم میرفتم، پیادم برمیگشتم. در نام عیسی مسیح تو قله توچال همه مهمون هماجون کباب با هم بخوریم. به قوت به قوت نام عیسی مسیح با تلسیج میریم، پیاده نمیریم. باور کنیم خدا خدای عشق، خدای برکته، خدا خدای رازهای نهفته است، که این رازها در زندگی ما جاری، قدرتهای نهفته داریم. فیلمی دیدم از مادری که چپ کرده بود با ماشینش، یه فیلم واقعی بود، بچهش توی ماشین بود، خودش بیرون پرتاب شده بود، ماشین شروع کرد به آتش گرفتن، شاید بعضیاتون دیدین ماشین شروع کرد به آتش گرفتن، اگر بزنین گوگل کنین تو یوتیوب میاد، ماشین داشت آتش میگرفت، چپ کرده بود. این مادر یک خانم خیلی کوچولو، خیلی نحیف و ظریف، فریاد میزد، دوید سمت ماشین، ماشین رو بلند کرد، برش گردون، دری که له شده بود و باز کرد، بچهش از تو آتش در آورد. یه خانم خیلی کوچولو. قدرت‌های خارق‌العاده در درون ماست، چون پر رازیم. ما خودمون راز خلقت هستیم، ما راز خلقت هستیم، راز خلقت در درون ماست و قوت خلقت در درون ماست. ما اگر اون آجر، اون تصویر رو بتونیم جلومون بگیریم، اون وعده خداوند رو برای خودمون جلومون بگیریم و بتونیم تصویر حقیقی که خدا برای ما در جانمون از روز اول به دست خودش نوشته و حکاکی کرده، اونو اگر پیدا بکنیم، قادریم هر کاری بکنیم، حتی تا قله هفتم پیاده نیز بریم. چند نفر میتونن تا قله هفتم پیاده بیان؟ آمین آمین. خیلی ها رفتن. آمین 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 آمین. اونایی هم که وسط را گیر کنن کول میکنیم. به نام عیسی مسیح تصویر من آزادی مطلق ایلام از کمانه، از کمانی که ایلام رو به اسارت برده، از وعده های دروغینی که باعث نابودی ایلام میخواست بشه ولی دیگه نمیتونه بشه، تا به قوت نام خداوند آزادی خداوند بر ایلام بیاد و بر ایلامی بیاد در هر نقطه جهان، تا به نام عیسی مسیح ایلام شفای کامل رو بگیره و ما ببینیم، و ما ببینیم در نام قدوس عیسی مسیح. در کتاب دوم قرنتیان 3:18 میگه ما قرار تغییر پیدا کنیم، قرار مبدل بشیم، قرار عوض بشیم. آیا برای عوض شدن باور داری امسال قرار اتفاق خاصی برات بیفته؟ آیا باور میکنی امسال میتونی پیروزی رو با تصویری که برای خودت کشیدی امسال به دست بیاری، امروز به دست بیاری؟ چون امروز ما امساله. خداوند میگه من امروز رو برای تو یک سال و یک سال رو برای تو امروز
تعیین کردم. باور داری امروز و امسال در تمام این آشفتگی ها قرار پیروزی ما باشه؟ برای خودت، برای وطنت، برای هموطنیت، برای خانوادت باور داری میشه؟ پس به نام عیسی مسیح شالوم رو توی زندگی خودت و بغل دستید اعلام کن. اورشلیم خداوند، شالوم خداوند رو اعلام کن، اول تو زندگی خودت، بعد توی زندگی بغل دستید، توی زندگی پشتری، توی زندگی همسرت اعلام کن، اعلام کن شالوم خداوند رو اعلام کن و دریافت کن در نام عیسی مسیح. شالوم خداوند رو دریافت کن در نام عیسی مسیح. به قوت نام خداوند میخوایم وارد دعاشیم برای خودمون و برای عزیزانمون و برای وطنمون و برای هموطنیامون، برای خاکمون، برای سلامت شدن خاکمون، برای بلند شدن هموطنیامون. به قوت نام عیسی مسیح میخوایم دعا بکنیم. ولی قبل از شروع دعا میخوایم بریم سراغ ابراهیم، در جایی که ابراهیم خدا بهش گفت قربانی برای من بگذار. ابراهیم با کمال میل پذیرفت قربانی بذاره و ناگاه خدا به ابراهیم برگشت گفت یه قربانی که من از تو میخوام کسیه که عاشقشی و دوستش داری، اسحاقه. اسحاق رو ببر و برای من قربانی کن. اگر قربانی بدی، هر چیزی رو که تصویر کشیدی به دست میاری. تصویر آزادی رو میخوای، میخوای پدر قوم ها بشی، پدر ایمانداران جهان بشی، میخوای به دست بیاری خوشبختی مطلق رو. کسی هست اینجا خوشبختی مطلق رو بخواد؟ مطلق رو، خوشبختی مطلق رو، آزادی مطلق رو، به تصویر پادشاه سالم، به تصویر اورشلیم میخوای تصویر حقیقی رو ببینی در صلیب عیسی مسیح. اونجاست که ابراهیم قربانی برد روی کوه تا بگذاره برای خداوند و در اونجا فقط کافی بود تا لب قربانی کردن بره، احتیاج نبود قربانی کنه اسحاق رو. باور داشت، چون به کارگرای خودش برگشت گفت من و اسحاق میریم بالا دعا بکنیم و به زودی باز میگردیم، شما اینجا بمونین. اسحاق میدونست قراره بره، چون از باباش سوال کرد بره قربانی کجاست، گفت خداوند فراهم میکنه و اسحاق گفت البته آمین، رفتن. هر دوشون میدونستن چه اتفاقی قرار بیفته و هر دوشون باور داشتن برمیگردن. حاضری قربانی خودت رو امروز به خداوند بدی؟ در کتاب رومیان باب 12 خدا اینجوری میگه، میگه بهترین قربانی که پدر میطلبه قربانی سوختنیه و اونه که بدنهای خودتون رو به عنوان قربانی سوختنی به پدر بدین. کی حاضره بدن خودش رو به عنوان قربانی شروع کنه بیاره من اینجا کبابش کنم؟ کی حاضره؟ منظور خداوند از قربانی سوختنی چیه؟ تعمید آتش روح قدوس، جایی که تعمید آتش رو میگیری و بدن تو به عنوان قربانی پدر میاد اون رو کاملا شروع میکنه به پاکسازی، شروع میکنه به پاکسازی. من ایمان دارم تعمید آتش رو خیلیاتون گذروندین، ایمان دارم یه سریام که نرسیدن وقتش رسیده تعمید آتش رو از توش عبور بکنن و به نام قدوس خداوند خدا کار عظیمش رو شروع بکنه. آیا حاضری بدن خودتو به عنوان قربانی زنده بگذاری؟ آیا حاضری اول مال خدا رو بدی؟
و بعد مال دنیا رو بدی؟ آیا حاضری مال خدا رو به خدا بدی؟ آیا حاضری؟ آیا باور داری تصویری رو که در ذهنت کشیده خود خداوند میتونی بهش برسی؟ آیا تصویر عشق رو کشیدی؟ من میخوام یه چیز رو بگم، روح قدوس خداوند روح آرامشه نه روح استراب. روح استراب از خدا نیست، روح آرامش، روح قوت خداوند روح آرامشه. آیا طالب آرامش خداوند هستی؟ آیا باور داری آرامی خداوند میتونه جانت رو مثل گلی از ریشه آبیاری بکنه؟ آیا آرامی خداوند رو دعوت میکنی؟ پس هر کس باور داره خدا زنده است، دستاشو به سمت خداوند بلند بکنه و با هم توی روح دعا بریم، چون در زمانی هستیم که دعا خیلی احتیاج داریم. آرامش خداوند رو میطلبم. در زندگی خودت اعلام کن، توی زندگی همه تون اعلام میکنم، به نام عیسی مسیح آرامی خداوند رو دریافت بکنی، به قوت نام خداوند برکت و شفای خداوند رو دریافت کنی، به نام عیسی مسیح عشق خداوند رو دریافت کنی، به نام عیسی مسیح جلال خداوند از جلال به جلال بر زندگی جاری بشه. به نام پر جلال عیسی مسیح میخوایم در روح دعا برای خودمون، عیسی مسیح امروز وعده تو رو در دست گرفتیم، اون چیزی رو که تو برای ما میخوای، که تخت پادشاهی تو رو در وطنمون ببینیم، در روی زندگی خودمون ببینیم، در جان خودمون ببینیم، بر سر خودمون ببینیم، بر دل خودمون ببینیم. امروز صلیب تو رو در ایلام میبینم ای خداوند، امروز صلیب تو رو در ایلام میبینم ای عیسی مسیح، امروز حرکت صلیب تو رو و جاری شدن خون تو رو در ایلام میبینم، برای اینکه گرسنه ها رو و مرده ها رو زنده بکنه، برای این که فقیران رو که در روح تشنه حضور خدای زنده هستن آبیاری بکنه. امروز صلیب تو رو در ایلام میبینم، امروز صلیب تو رو بر افراد، بر قله کوها بر افراشته میبینم ای خداوند. امروز پرچمی نمیبینم جز صلیب تو، امروز صلیب تو پرچم ماست، امروز صلیب تو شفای منه، امروز صلیب تو عشقیه که دوباره شکل و بو و رنگ تازهی در جان من به نقش به دست تو نقش بسته. امروز اعلام میکنم ای عیسی مسیح در تمامی ضعفامون، در تمامی سختی هامون، در تمامی مشکلاتمون، در دشواری ها، در فشار ها، در ترس ها، صلیب تو رو به روی سر خودم میبینم، امروز صلیب تو رو بر روی چشمان خودم میبینم، امروز صلیب تو رو بر قلب خودم میبینم، امروز شالوم رو در جان خودم اعلام میکنم، امروز شالوم رو در جان تک تک فرزندای تو اعلام میکنم، امروز برکت رو اعلام میکنم در نام تو عیسی مسیح، به قوت خون تو آزادی رو اعلام میکنم، امروز قوت رو اعلام میکنم در نام عیسی مسیح، امروز قوت رو توی زندگی خودت به خون عیسی مسیح اعلام کن، امروز قوت و سلامتی و شالوم رو به زندگی تک تک فرزندان خداوند در ایلام اعلام میکنم، امروز صلیب تو رو ای خداوندم در ایلام بر تمام ایلامی ها اعلام میکنم که ظاهر بشه. امروز ای خداوند تصویر عشق تو رو روی صلیب برای تک تک ایلامی ها میبینم، امروز تصویر مردم تنها رو میبینم که در تنهایی های خودشون، پیر مردان، پیر زنان، جوانان، بچه ها، مردا و زنا، همشون در آغوش غم خود در خلوت و تنهایی خودشون تصویری دارن میکشن، ای خدا چرا روی خودت رو از ما برگردوندی؟ ولی من ایمان دارم با تصویری که تو به من یاد دادی بکشم و تصویری که تو به دستای خودت در قلب من و در قلب ما نقاشی کردی و حکاکی کردی، امروز میدونم تو قراره در امروز، در امسال بچه های خودت رو در ایلام بهشون
درونشون ظاهر بشی. روح قدوس تو قرار جاری باشه و روح قدوس تو قرار آرامی بده. روح قدوس تو برای تمام تشنه‌های تو قرار شالوم باشه. به نام عیسی مسیح اعلام میکنیم، به قوت نام خداوند آرامش رو اعلام میکنیم، به قوت نام خداوند روشنایی رو بر تاریکی پیروزیش رو اعلام میکنیم، به قوت نام عیسی مسیح اعلام میکنیم ای تاریکی، ای گور، ظفر تو کجاست و قدرت تو کجاست. امروز اعلام میکنیم تاریکی در ایران هیچ قدرتی نداره. امروز اعلام میکنیم روشنایی رو بر ایران در نام عیسی مسیح. امروز روشنایی رو بر دل تک تک کسایی که در خلوت و تنهایی خودشونن اعلام میکنیم. امروز اعلام میکنم در نام عیسی مسیح، اگر عاشقی، اگر عاشق عشقی، اگر باور داری حقیقت خدا رو، قلبت رو باز کن، فقط دستای خودت رو به بالا بلند کن و از خداوند بطلب که حضور خداوند زندگی تو رو رنگ کنه. با رنگ‌های عشق، با رنگ‌های آرامش، با رنگ‌های برکت، خودش رنگ‌های خودش رو بر زندگی تو بزنه و نقاشی و تصویری که تو کشیدی هر چند سیاه و سفیده، ولی به رنگ‌های خداوند رنگارنگ بشه. از رنگ‌های عشق، رنگ سلامتی، رنگ شالوم، رنگ برکت، رنگ قوت، رنگ حیات ابدی رو در ذهن تو رنگ کاری کنه در نام عیسی مسیح. امروز دعا میکنیم برای هموطنامون، امروز به نام قوتمند خداوند برای تمام عزیزانمون که امروز بین ما نیستن، رنگ عشق رو میطلبیم بر تصویر ذهنشون. امروز تصویری که ما داریم تصویر برکت عشقه به نام عیسی مسیح، و نه قلم ما صلیب عیسی مسیحه و رنگ ما خون عیسی مسیحه که برای نجات جهانیان داده شد. پس به خون تو ای عیسی مسیح امشب ما میخوایم زندگی های خودمون رو، تصویری رو که در ذهنمون کشیدیم، به خون تو رنگش بکنیم. در نام عیسی مسیح میخوایم به تو و به قوت خون تو که روی صلیب برای نجات همه ما دادی، تصویر عشق خودمون رو برای کشورمون نقاشی کنیم و رنگ کنیم. به خون تو ای خداوند، به خون تو که حیات ابدیه، به جسم تو که حیات ابدیه روی صلیب، امروز میخوایم اعلام بکنیم تصویری که من در ذهن خودم دارم، تصویری که در ذهن خودم کشیدم، تصویر حقیقت نجاته، تصویر حقیقت بلندیه، نه پس تصویر بلند شدن از توی خاکستره، نه سوختن با خاکستر و خاموش شدن. به نام عیسی مسیح دعا میکنیم ای پدر، در نام عیسی مسیح چهار فرشته خودتو از چهار طرف دنیا بیار و آزاد کن ای خداوند، بادها رو بوز ای خداوند، چون زمان رفتن حاکمین رفته، زمان رفتن جنایات به سر رسیده، شروع خاتمه تاریکی در ایلامه. به نام عیسی مسیح شروع خاتمه ظلم در ایلام در نام عیسی مسیح. تصویر عشق رو، تصویر آزادی رو در ذهن خودت بکش، تصویر برکت رو در کشورت، تصویر برکت رو در زندگی خودت، تصویر شفا رو در زندگی خودت، تصویر شفا رو در زندگی عزیزت، تصویر موفقیت رو در زندگی تک تک خانوادت در این لحظه به نام عیسی مسیح بکش و به خون عیسی مسیح تصویر تو رنگین خواهد شد و امید زنده توی زندگیت خواهد آمد. به نام عیسی مسیح تصویر حقیقت رو دریافت کن، تصویر حقیقت رو دریافت کن. آیا قربانی خودت رو حاضری بدی؟ آیا قربانی خودت رو حاضری بدی؟ قربانی تو اینه که تصویر عشق رو بکشی امشب. آیا حاضری
تصویر عشق رو بر جان خودت بکشی، بر جان عزیزت بکشی، تصویر عشق رو بر جان کشورت بکشی، تصویر عشق رو بر تک تک هموطنیات بکشی. آیا آماده هستی برای نقاشی این تصویر، برای ترسیم این تفسیر؟ آیا آماده هستی در نام عیسی مسیح؟ آیا باور داری به این تصویر؟ چون خداوند وعده داده، میگه اگر در آینه عشق نگاه کنی، قرار از جلال به جلال انتقال پیدا بکنی و تصویرای تو قرار به حقیقت مبدل بشه. آیا باور داری که خداوند میخواد معبد تو رو کاملا بازسازی کنه؟ آیا باور داری، تصویری داری از معبد خودت در حضور خداوند برای سلامتی؟ تصویر شفای خودت رو در حضور خداوند الان رسم کن. تصویر سلامتی خودت رو در حضور خداوند رسم کن. تصویر سلامتی عزیزت رو در مسیح خداوند رسم کن. تصویر خودت رو در ملکوت خداوند رسم کن. میتونی تصویری ببینی که در حضور عیسی مسیح به زانو نشستی و خداوند زنده در آسمان و در زمین در جلوی تو ایستاده و به تو لبخند میزنه و میگه بیا 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 ای عزیز من، ای محبوب من، ای کبوتر من، بیا بیا بیا. در زمان گذشته همه جا به دنبال خدا بودی و خدا رو پیدا نکردی، از پاسبان ها سوال میکردی و به دنبال خدا میگشتی، در شهر و بیابان و همه جا به دنبال خدا میگشتی و فریاد میزدی خداوند کجاست؟ پس چرا نمیبینه؟ چرا جواب نمیده؟ ولی امروز خداوند در تصویر عشق خودش به تو میگه بیا بیا بیا. پشت در قلب تو ایستادم و میکوبم و میخواهم با تو شام بخورم، میخواهم با تو غذا بخورم، میخواهم با تو حیات داشته باشم. بیا بیا بیا. امروز تصویر خودت رو به خون عیسی مسیح رنگی کن. امروز تصویر عشق خودت رو با همسر خودت به خون عیسی مسیح رنگی کن. امروز تصویر زندگی خودت رو با همسرت به صلیب عیسی مسیح به نام قدوس عیسی مسیح تا ابد میخکوب بکن. امروز باور عشق خودت رو و باور عشق خداوند رو به تو به صلیب عیسی مسیح در تصویر خودت نقش ببند و میخکوبش کن تا ابدالآباد. امروز به نام عیسی مسیح هر تشنه‌ای که دنبال آب میگرده و هر گرسنه‌ای که به دنبال حیات میگرده، به قوت نام عیسی مسیح قلب خودت رو باز کن، جان خودت رو بشکاف و روح خودت رو تقدیم پدر کن تا خداوند گرسنگی های جسمت رو و تشنگی های جانت رو و غذای روحت رو بهت بده. امروز به نام عیسی مسیح خون رو برای روحت دعا میکنم، بدن عیسی مسیح رو برای جانت و آب رو برای جسمت، تا به قوت نام عیسی مسیح حیات ابدی رو داشته باشی، آرامش خدا رو از درون لمس بکنی. به نام پر جلال عیسی مسیح تصویر عشق رو ببین. نگاه تو از مشکلات بردار، نگاه تو از مریضی ها بردار، نگاه تو از قدرت مریضی ها بردار، نگاه تو از قدرت جدایی ها بردار، نگاه تو بر قدرت وصل کردن بدوز به صلیب عیسی مسیح، نگاهت رو به قوت شفا بدوز. کوری بود،
نمیدید ولی به دنبال عیسی مسیح دوید. نابینایان به دنبال عیسی مسیح دویدند، کران صدای او رو شنیدند و لالان اعتراف کردند که او خداوند است. پس امروز در جان خودت اعتراف کن که قدرت هر چیز را داری در مسیح، نه به قوت، نه به قدرت، بلکه به روح قدوس خداوند قادرم. در نام عیسی مسیح تصویر رو از زندگیت، از جان و جسمت پاک نکن. با این تصویر عشق امشب به خواب برو، با تصویر پیروزی به خواب برو، با تصویر برکت به خواب برو، با تصویر موفقیت به خواب برو. اگر مشکل خونه داری، با تصویر دیدن خونه‌ای که دلت میخواد به خواب برو. اگر مشکل مالی داری، با تصویر این که قرار جیب‌های تو پر باشه و به تمام نیازمندان کمک کنی به خواب برو. اگر نیاز تو اجازه ماندن در سوئد یا هر کشور اروپاییه، با تصویر این که به تو میگن به اروپا خوش آمدی به خواب برو. تصویر تو، رویای تو و رویای تو عشق خداوند و خواست خداونده. اگر مشکل هر نوع اعتیاد داری، تصویری رو که میبینی برای خودت آزادی مطلق در مسیح باشه، با این تصویر و رویا به خواب برو. اگر میخوای خدا رو ببینی، با تصویر پاکدلی امشب به خواب برو. اگر باور داری که وارث ملکوت خداوند هستی، با تصویر عشق عیسی مسیح روی صلیب که برای تو خون داد و قربانی شد به خواب برو. قربانی تو امروز کشیدن یک رویا و تصویره در زندگی خودت، در زندگی عزیزات و در زندگی ایلام و ایلامیه. تصویر عشق خودت رو برای وطنت بکش، تصویر عشق خودت رو در ملکوت خداوند برای هموطنات بکش، تصویر موفقیت خودت رو و پیروزی خودت رو در عیسی مسیح برای خودت و خانوادت در ذهنت بکش. کافیه چشماتو لحظات هم بگذاری، تصور کن لحظه ای که هر مشکلی داری بهت خبر میدم پیروز شدی، اون لحظه رو تصور کن. اگر مریضی وجود داره برای خودت یا عزیزت، تصور کن خبر میشنوی آزاد شدم. اگر مشکل تنهاییه، تصویر برادر خواهرات رو در ذهن خودت بکش که مانند اعضای مختلف بدن در حال وصل شدن به هم هستن و تو قرار از تنهایی بیرون بیای. اگر نگرانی داری، تصویر آزادی روح و جان و جسمت رو در مسیح خداوند برای خودت بکش که دیگه هیچ نگرانی وجود نداره. تصویر آزادی رو بلدی بکشی؟ قربانی تو امشب برای خداوند کشیدن رویای خلقت برای بشر. امشب در نام عیسی مسیح چشمان خودت رو ببند قبل از خواب، دعا کن و رویای خوشبختی رو در عیسی مسیح و در وعده خداوند برای خودت بکش. و به خون عیسی مسیح امروز ما میخوایم رنگی بکنیم اون تصویرمون رو. به جسم عیسی مسیح میخوایم قلمی باشه برای به تصویر در آوردن نقش عشق خداوند
در جانمون. پس به نام عیسی مسیح، همونطوری که توی روح دعاییم، به قوت نام خداوند هدایای خودمون رو در جسم، دهیکای خودمون رو در جسم میخواییم به حضور خداوند بیاریم، به قوت نام خداوند. و بچه های عیسی مسیح جمع میکنن در نام قدوس خداوند، و در حینی که در دعا هستیم میخواییم به نام پرجلال عیسی مسیح. آیا تصویری داری؟ آیا تصویری داری؟ آیا تصویری داری؟ چه تصویری میبینی؟ چه تصویری میبینی برای خودت؟ چه تصویری میبینی برای عزیزت؟ چه تصویری میبینی برای وطنت و هموطنیت؟ ای پسر انسان، آجری بردار و آن را پیش روی خود بگذار و شهر اورشلیم را بر آن نقش نما. ای فرزند خدا، آجری بردار، شهر اورشلیم رو بر روی آن نقش نما. شالوم و سلامتی رو، برکت رو نقش نما، نقش نما، نقش نما در نام عیسی مسیح. به قوت نام خداوند، قوت خداوند و شالوم خداوند با شما باشه، برکت خداوند با شما باشه. عیسی مسیح عاشق شما بوده، هست و خواهد بود. باور کن، امروز میتونیم سلامتی رو دریافت کنیم. باور کن، امروز میتونی آرزوهات رو شروعی براش باشه که به دست بیاری امسال. من باور دارم دولت زور و جنایت اسلامی در ایلام خواهد رفت امسال. من باور دارم من اعلام میکنم، من باور دارم من تصویر رفتنشون رو میبینم، من تصویر دور شدنشون رو میبینم، من تصویر فریاد مردم رو توی خیابون میبینم که صداهاشون رو میشنوم و با بوق زدن و شادی هل هله میکنن. من تصویر آزادی زندانیا رو میبینم، من تصویر خنده پیرزنها رو میبینم، من تصویر پاک شدن اشکا رو میبینم، من تصویر گریه جوانها رو در سلولها میبینم، من تصویر خندهشون رو بعد از آزادی میبینم، من تصویر برکت رو میبینم. چه تصویری رو میبینی؟ چه تصویری رو میبینی؟ تصویری که میبینی آینده توست. باور تو زامنه به حقیقت پیوستن آینده توست. آیا تصویر آزادی رو میبینی؟ پس به نام عیسی مسیح، تصویری رو که رسم میکنیم تصویر آزادی و حیات باشه، تصویر آزادی و حیات باشه. ای پسر انسان، آجری رو بردار، جلوی خودت بگیر و تصویر اورشلیم رو بر روی آن نقش نما. تصویر صلیب عیسی مسیح پادشاه سلامتی رو بر روی ایلام، بر روی زندگی خودت، بر روی ایلامی، بر روی تمام کسایی که داغ دارن امروز نقش کن، امروز نقش نما در نام عیسی مسیح. از جلال به جلال، از قوت به قوت و از برکت به برکت در حال انتقال هستیم و باور میکنیم و دریافت میکنیم در نام قدوس عیسی مسیح. در روح دعا در تصویر عشق باقی میمونیم در نام پرجلال عیسی مسیح، در قوت نام خداوندمون، در قوت نام خداوندمون، در قوت نام خداوندمون، در قوت نام خداوندمون.